روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است. کوزه سفالین که بر زمین زنند بشکنند، عجب نیست. اما کوزه سفالین که 50 بار بر سنگ لاخ زد نشکست، بر ریگ نرم افتاد بشکست، عجب نیست. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. شما شنونده پادکست مهر، نخستین رادیوی عرفانی ایران هستید. ای مزدا، نیایش ما را بشنو. ای که در هستی ابدی زیست می کنی، ای که در شادی آسمانی زیست می کنی، ما را از دروغ پاک گردان، ما را از کارهای اهریمنی و بندگی بدیها نگاه دار. از فروغ شادی خیش بر ما بیفشان و تاریکی و اندوه ما را بدان فروغ از میان برگیر. بر باغ‌ها و دشت‌های ما بتاب، بر کارها و تلاش‌های من بتاب، و همه نژاد آدمیان را، آنان که تو را باور دارند یا ندارند، از آن فروغ جاودانه بهره‌مند گردان. همکنون با توانایی خیش بر ما بدرخش و اخگر مهر آسمانی را در دل ما بیفروز و این نیایش و پرستش ما را بپذیر. آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی شکنم شکر برام، نی شکنم شکر برام. آمدم چو عقل و جان، بس همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برام، مشعله نظر برام. آمدم که سر عشق تو را بسر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم، نی شکنم شکر برم. اوز نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوز گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ آمدم که سر نهم، عشق تو را بسر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم، نی شکنم شکر برم. اوز نشست در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوز گرفت شهر دل، من به کجا سفر برم؟ در هوس خیال او همچو خیال گشتم، و سر رشک نام او، نام رخ قمر برم، نام رخ قمر برم.
آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم. آمده ام، آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم. پیوند کشورهای پارسی زبان، نوشته ای از بابک صفوت. سه کشور دوست و همسایه افغانستان، ایران و تاجیکستان با داشتن هزاران کیلومتر مرز مشترک، دارای اشتراکات ژرف و گستره فراوانی بوده که ممتازترین آنها عبارتند از اشتراکات تاریخی. گذشته از اشتراک در سالنامه شمسی، تاریخ مشترک هر سه کشور دستاویزی گرانبها در پیوند افغانستان، ایران و تاجیکستان محسوب می شود. چنانچه از زمان هخامنشیان تا چندین سده پیشین سرنوشت تاریخی و سیاسی این سه کشور یکسان بوده است. اشتراکات نژادی. نژاد آریایی مهمترین نژاد هر سه کشور به شمار می آید. اشتراکات دینی. در هر سه کشور درصد بالایی مسلمان وجود دارد که فقط از جهات فرقه های دینی ترکیبشان گوناگون است. اشتراکات سنتی. آیین‌های کهنی مانند مهرگان، چهارشنبه سوری، مراسم نوروزی، سیزده بدر و غیره همچنان پا بر جاست. آداب و رسوم سه کشور نیز همانندی های فراوانی با هم دارند. زبان مشترک. زبان بنیادی ترین وسیله گسترش فرهنگ است. بیش از 110 میلیون نفر در این مناطق به زبان پارسی گفتگو می کنند و گوناگونی لهجه ها بر غنای فرهنگی هر سه کشور افزوده است. متون ادبی چون شاهنامه، گلستان، بوستان، مثنوی و غزلیات حافظ در دستگاه آموزشی هر سه کشور به طور یکسان وجود دارند. خط مشترک. گذشته از زبان، خط مشترک نیز بر این توانگری فرهنگی می افزاید. چنانچه مردم کشور افغانستان و ایران خط پارسی را می نویسند و می خوانند. به راستی فرزانگان بزرگی چون مولانای بلخ، پیام آور و سفیر دوستی جهان غرب و شرق و دانشمندانی چون ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، ابن سینا، حکیم خیام و ابونصر فارابی و شاعرانی چون رودکی، بیدل دهلوی، خاقانی، عطار نیشابوری و حماسه آفرینی چون حکیم فردوسی و فلاسفه‌ای چون ناصر خسرو قبادیانی، خواجه نصیرالدین طوسی، محمد غزالی و سرانجام بینشوران و عارفانی چون بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، صناعی غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، عبدالرحمن جامی، ابوسعید ابوالخیر و بسیاری از چراغ داران دانش‌های بشری همه و همه از سرچشمه فرهنگی و سرزمین خراسان بزرگ نوشیدند. چون نام زده با تیشه درخت هویت مرا که خوش کرده از ریشه حقیقت مرا، منی که صاحب نشانی و نشانه بودم،
منه که وارث زمینم و زمانه بودم. کنون با نام من که خشم و خون و دود جاری است، بخوان مرا به اسم کوچکم که انتحاری است. ای سرزمین هراسان من، ای باور سخت و آسان من، ای سرزمین هراسان من، ای باور سخت و آسان من. نام تو را کس بخاطر نداشت، نام تو را کس بخاطر نداشت، یادت بخیر ای خراسان من، یادت بخیر ای خراسان من. شد سرود رودکی کجاست شعر مولوی؟ چی شد شکوه شه نامه و زبان پهلوی؟ نه حافظی کنار تو، نه سعدی مقابلت، و مردمان احمق همیشه بود قاتلت. وطن بدون نام تو برای من وطن نبود، و نام این وطن دروغ بود مال من نبود. ای سرزمین هراسان من، ای باور سخت و آسان من، ای سرزمین هراسان من، ای باور سخت و آسان من. و سرانجام آن که درباره سرزمین خراسان سخن بسیار است، اما با سروده ای از جامی شاعر خراسان به پایان میبریم این سخن را که فرمود: دلم ز هجر خراسان از آن هراسان است که بحر فقر و محیط فنا خراسان است. نخست گوهر از آن بحر شاه بسطامی است که قطب زنده دلان و خداشناسان است. بکش لباس رعونت که شیخ خرقانی، ستاد خرقه به کف بحر بی لباسان است. بگو سپاس مهین عارفی که در مهنه است، که عشق در پی آزار ناسپاسان است. به گوش جان بشنو نکته های پیر هرات، که مشکلات طریق از بیانش آسان است. چو کاس خیش شکستی بیا که ساقی جام، نهاده باده به دست شکست کاسان است. گدایی درشان پیشه کرده ای جامی، به جز تو کیست گدایی که پادشاسان است؟
ای که یادت از همه پیر و جوان دل می رو باید به هوای کوی تو خلنس ده پر می گشاید هم امید قلبی هم پناه جانی نور مطلق زمین و آسمانی جلوه زیبایی های بیکرانی تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانا رود از چشمان من اشکم به یادت همچو باران با تو در امانم از تو من ندانم بی تو بی پناه و بی نام و نشانم بی تو در تاریکیم راهی ندانم تا نفس در سینه دارم اسم تو بند زبانم عطر دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانم نور دیگرانی لطف جاودانی من گناهکارم ولی تو مهربانی بهر قلب عاشقان تو نشانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم تا ابد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم یاد تو توانم جست و من ننانم ای امید و آرزوی جاودانم باعث آرامش روح و روانم مناجات نامه پیر هرات خواجه عبدالله انصاری الهی در دلهای ما جز تخم محبت مکار و بر جانهای ما جز باران رحمت مبار الهی نوازنده غریبان تویی و من غریبم دردم دوا کن که تویی طبیب الهی اگر کار به گفتار است بر سر همه تاجم و اگر به کردار است به موری محتاجم الهی اگر دوستی نکردم دشمنی هم نکردم اگر بر گناه مصرم اما بر یگانگی مقرم الهی الهی چه کنم تا تو را شایم و خون دل از دیده به پالایم الهی هر کس از آن چه ندارد مفلس است و من از آن چه دارم مناجات ها و کلمات قصار عرفانی پیر هرات که در سده های بعد به همت مریدان یا علاقمندان او جمع‌آوری گردید اکثر مناجات هایی است با خطاب الهی که از همین روی آن را الهی نامه نامیدند. خواجه نخستین نویسنده است که معانی بلند عرفانی را در قالب نثر مسجع بیان داشته که بیشتر به شیوه کلمات قصار یا شعر است. وی در حوزه مناجات بیشترین سعج را به کار برده است که البته قالب اکثر این مناجات ها و برخی از قطعات آنها علاوه بر موسیقی بیرونی از موسیقی درونی نیز برخوردارند. به واقع کلامی خوش و آهنگین و معانی بلند عرفانی در هم آمیخته‌اند. او نخست مفهومی را در قالب نثر سلیس و روان و در عین حال موزون و
سپس همان را در قالب شعری دلکش بیان می کند. به گونه ای که نه تنها گسستگی میان اجزا واقع نمی شود، بلکه حفظ رابطه فنی و معانی نظم و نثر بر زیبایی و دلنشینی کلام او می افزاید. این شیوه نگارش یا به تعبیری بهتر املای خواجه تأثیر بسیاری در متون ادبی عرفانی سده های بعد بر جای نهاد. مناجات های خواجه عبدالله به سبب شور، عمق و حال که در آنها وجود دارد، از دیرباز حتی در زمان حیات او دلهای خاص و عام را صید کرده است. این مناجات ها در حقیقت بیان آزادانه فکری دریافت های پیر هرات است و به سخن دیگر راز و نیاز بنده است که جانش از شور و شوق عشق لبریز است. مناجات های بی نظیر او با خدا از جمله آثاری است که تا امروز الهام بخش هزاران عاشق و دلسوخته الهی است. قسمت هایی از مناجات نامه پیر هرات رو با صدای همکار خوبمون در مرکز جهانی مولانا بانو حسرت از کشور دوست افغانستان براتون آماده کردیم که با هم میشنویم. نشان قرب مولا محبت است و نشان دوستی نیستی و فارغ از خودپرستی بر سودای دوستی کردن بلا کشیدن خوش است. در راه خدا دو کعبه آمد منزل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه آید یک دل. از عزیز هر کس داند حقیقت چیست، داند عشق کدام است و عاشق کیست. عاشق باید بی‌باک باشد، اگرچه او را بیم هلاک باشد. عشق دردی است که او را دوا نیست و کار عشق هرگز بدعا نیست. عشق مایه آسودگی است، هرچند مایه فرسودگی است. عاشق هم آتش است و هم آب و هم ظلمت و هم آفتاب. دل عاشق همیشه بیدار است و دیده او گوهربار است. ای عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین،
پیش سگان کوی او، این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازو. الهی، از کشته تو خون نیاید و از سوخته تو دود. کشته تو به کشتن شاد است و سوخته تو به سوختن خوشنود. یا رب ز شراب عشق سرمستم کن، و از عشق خودت نیست کن و هستم کن. از هرچی بجز عشق تهی دستم کن، یک باره به بند عشق پابستم کن. الهی، روی بن ما تا در روی کسی ننگریم، و دری بکشا تا بر در کسی نگذریم. پیوسته دلم دم از رضای تو زند،
جان در تن من نفس برای تو زند. گر بر سر خاک من گیاهی روید، از هر برگ بوی وفایی تو زند. الهی کاش که عبدالله خاک بودی تا نامش از دفتر وجود پاک بودی. الهی اگر کاسنی تلخ است از بوستان است، و اگر عبدالله مجرم است از دوستان است. من بنده آسیم، رضای تو کجاست؟ تاریک دلم، نور و ضیای تو کجاست؟ ما را تو بهشت اگر بطاعت بخشی، آن بیع بود، لطف و عطای تو کجاست؟ یارب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی و ما همه محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. هرات باستان از دیر باز مهد و قدمگاه اولیای الهی بوده و یکی از این جوانمردان خواجه عبدالله انصاری هروی است که در عرفان شهره آفاق گردیده است. او از کودکی زبانی گویا و طبعی توانا داشت، چنان که شعر پارسی و عربی را نیکو می سرود و در جوانی در ادبیات و دانش‌های دینی و حفظ اشعار عربی زبان زد گردید. او خود گوید: 4 ساله بودم که به دبستان شدم و 9 ساله املا می نوشتم و شعر می گفتم. 14 ساله بودم که مرا به مجلس نشاندند و دیگران بر من حسد می کردند. وی به جادوی عشق و ایمان به شامخترین قله انسانیت دست یافت و مناجاتنامه وی قرنهاست که آبشخور جویندگان راه حق بوده و همچون چشمه آب حیاتی است که هر که از آن نوشد عمر جاودان می‌یابد. خواجه از گویندگان و شعرایی است که کلام او از دل برآمده و لاجرم بر دلها می‌نشیند و نثر وی نیز بر روانی خود نوعی شعر به شمار می آید که نمونه ای از آن بدین گونه است: نماز نافله کار پیر زنان است، روزه فزون داشتن صرفه نان است، حج نمودن تماشای جهان است، اما نان دادن کار مردان است. خواجه به پیروی از عرفای بزرگ ایران چون بایزید بر این باور بود که بزرگترین کرامت انسانی همانا به دست آوردن دل آدمیان است، چنان که می فرماید: اگر
بر هوا و پری مگسی باشی، و اگر بر دریا روی خسی باشی، دلی به دست آور تا کسی باشی. عیب است بزرگ برکشیدن خود را، از جمله خلق برگزیدن خود را، از مردمک دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. همچنین وی در مناجات نامه خود قطعه های ادبی بسیار زیبایی دارد که از جمله آنها چنین است: الهی یکتای بی همتایی و قیوم توانایی، بر همه چیز دانایی و بینایی، و از عیب مصفایی و از شریک مبرایی. الهی با بهشت چه سازم و با حور چه بازم، مرا دیده ایده که از هر نظری بهشتی سازم. به کودکی پستی، به جوانی مستی، به پیری سستی، پس ای عزیز حق را کی پرستی؟ برخی از آثار مهم او عبارتند از مناجات نامه، صد میدان و تفسیر هروی. وی در سفر به حج موفق به دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی شد، عارفی امی که همواره می فرمود پروردگار چه در حجاز و چه در خوارزم حاضر است، و احتمالاً خواجه عبدالله نیز به پیروی از او بوده که چنین سروده است: در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت هست و یک کعبه دل، تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل. خواجه مدت کوتاهی را با خرقانی بود و پس از آن گفته است که مشایخ من در شریعت و طریقت و حقیقت بسیارند، اما پیر من در تصوف شیخ ابوالحسن خرقانی است که اگر او را ندیدمی کجا حقیقت را دانستمی. از رباعیات منصوب به اوست: یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و عصیان ما را، ذات تو غنی و ما همه محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. وی را گفتند در حق دنیا چه گویی؟ گفت: در حق چیزی چه گویم که آن را به حرص به دست دارند و به بخل نگاه دارند و به حسرت بگذارند،
درون او همه حیرت است و برون او همه عبرت. میان حیرت و عبرت چه جای عشرت است؟ خواجه عبدالله در پایان عمر نابینا شد و پس از تحمل چندین نوبت تبعید و حبس، عاقبت در سال 481 هجری در سن 85 سالگی دنیا را بدرود گفت و در شهر هرات به خاک سپرده شد. یادش گرامی و روانش در جهانهای مینوی در آرامش ابدی باد. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند.